سرخط خبرها و مهمترین ها افزایش رویدادهای ترافیکی سال گذشته 306 تن کشته و حدود 21 هزار تن زخمی شدن. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل تعهدم نمایندگی از مردم است جان باختن پنج نفر بر اثر برفکوچ در بدخشان جواب آخر ملا برادر به مارشال دوستام و از سران جهادی پیشین خونبارترین حمله چریکی های مقاومت بالای طالبان در پنج شیر کرونا در امریکا ریکارد زرد بیش از یک میلیون مبتلا در 24 ساعت بلند پروازی ماسک ادامه دارد ثروت ایلان ماسک دوباره از مرز 300 میلیارد دلار گذشت چین ویژگی راکت سرمت روسی امریکا را به وحشت می اندازد. پیام تبریکی سال نو بایدن مورد انتقاد قرار گرفت. به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به که زیگر از ویدیوهای ما خوش آمده تقاضا گردد تا آخری ویدیو با ما بوده و این کانال رو نیز سبسکرایب نمایید. خبرگزاری 8 صبح کابل آمارهای وزارت صحت آمن نشان دهد که در جریان سال گذشته میلادی دست کم 306 تن در پی رویدادهای ترافیکی در کشور جان باختند بر اساس ارقام ارائه شده این تلفات در نتیجه 4108 رویداد ترافیکی با مسافران وارد شده است در کنار آمار بلند جان باختگان 21310 تن دیگر در نتیجه این رویدادها زخمی شدند بیشترین رویداد ترافیکی در ولایت‌های لغمان، نیمروز، بغلان، ننگرهار، کنداس و پکتیکا رخ داده است. با این حال، بیشترین تلفات در ولایت قندهار به مسافران وارد شده است. در پای 157 رویداد ترافیکی در این ولایت 49 تن کشته و 3400 دیگر زخمی شدند. پس از قندهار، ننگرهار، هلمند و بلخ در رده های بعدی تلفات برخواسته از رویدادهای ترافیکی قرار دارند. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل تعهدم نمایندگی از مردم است. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل گفته است که تلاش و تعهد او نمایندگی از مردم است نه مشروعیت بخشیدن طالبان و نه نمایندگی از غنی و کابینه آن با گزارش اسپوتنیک نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید تلاش و تعهد من نمایندگی با عزت و با صلابت از منافع ملی مردم عزیزم است نه به خاطر مشروعیت بخشیدن طالبان و نه نمایندگی از غنی و کابینه فاسد آن آقای فایق غنی را به خیانت در برابر مردم متهم کرد و گفت به مردم و ملت ما به نام جمهوریت خیانت کردند و از کمک های بین المللی به مردم افغانستان دزدیدند و امروز نیم نفوذ را با فقر و گرسنگی رها کردند. پس از آن که کمیته اعتبار بخشی سازمان ملل درخواست طالبان برای گرفتن کرسی افغانستان را رد کرد این کمیته با توافق آرا تصمیم گرفت تا غلام محمد اسحاق زی نماینده حکومت پیشین افغانستان را در این پست ابقا کند آقای اسحاق اما فورا از این پست استعفا کرد و نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل اعلام کرد که نصیر احمد فائق با جای اسحاق در این پست گماشته شده است جان باختن 5 بر اثر برفکوچ در بدخشان شب گذشته پنجتن بر اثر برفکوچ در منطقه تاجگل دره ولسوالی راغستان ولایت بدخشان جان باختن به گزارش اسپوتنیک منابع خبری در افغانستان اعلام کردند که شب گذشته در منطقه تاجگلدره ول ولسوالی راغستان ولایت بدخشان برفکوچ رخ داده است که در نتیجه پنج تن جانهای خود را از دست دادن. با گفته باشندگان شمار دیگر تا هنوز زیر آوار گیر ماندن و مردم به علت برفوری شدید موفق به بیرون کردن اجساد از زیر برف نشدن جواب آخر ملا برادر به مارشال عبدالرشید دوستم و سران جهادی پیشین ابو مسلم شهزاد در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است ملا برادر تصمیم گرفتیم که با آوردن چهره های دولت گذشته نظام طالبان را بدنام نسازیم خونبارترین حمله چریکی های مقاومت بالای طالبان در پنج شیر آماج نیوز در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است جبهه مقاومت در یک کمین چیریکی های مقاومت در پنشیر پنج طالب کشته شدند نوار تصویری که در اختیار آماج قرار گرفته ادعای چیریکی های مقاومت را نشان می دهد که می گویند که در کمین در آنابه پنشیر یک هاموه طالبان را تخریب و پنج طالب نیز کشته شدند طالبان در این مورد چیزی نمیگویند کرونا در امریکا ریکارد زد بیش از یک میلیون مبتلا در 24 ساعت طبق آمار رسمی در امریکا بیش از یک میلیون نفر از مردم این کشور به کرونا مبتلا شدند به گزارش اسپوتنیک خبرگزاری های امریکایی اعلام کردند که شمار مبتلایان به کووید 19 در 24 ساعت گذشته که ناشی از سوه اومیکرون است به بیش از یک میلیون نفر رسید که این رقم به سابقه ترین آمار ثبت شده مبتلایان از زمان آغاز شیوع این ویروس در امریکا است گفتنی است که چهار روز پیش 590 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند. بلند ماسک ادامه دارد. ثروت ایلان دوباره از مرز 300 میلیارد دلار گذشت. در هفته اخیر و با افزایش قیمت سهام تسلا، ثروت ایلان ماسک چندین برابر افزایش یافته و فاصله او با ثروتمندترین های جهان را افزایش داده است. با گزارش سپوتنیک ایلان ماسک نزدیک به 20 درصد سوام تسلا را در اختیار دارد بنابراین افزایش ارزش سازنده مطرهای الکترونیکی تاثیر مستقیم بر ثروت مدیر عامل دارد فوربس گزارش داده است که در یک شبانه روز 32.6 میلیارد دلار افزایش یافت و از ثروت مدیر عامل را به 304 میلیارد دلار رساند و از مرز 300 میلیارد دلار گذشت در نوامبر 2021 زمانی که قیمت سهام تسلا به یک ریکورد تاریخی رسید، ماسک به اولین فرد در تاریخ تبدیل شد که به 300 میلیارد دلار دست یافت. چین ویژگی راکت سرمت روسی امریکا را به وحشت می تحلیلگران چینی گفتند که ویژگی راکت باسته که قارپایمای سرمت روسی امریکا را به وحشت می اندازد و همچنان در پایان پیام تبریکی بایدن مورد انتقاد قرار گرفت. نوشته بایدن در صفحه تویتر با انتقاد تند کاربران قرار گرفت. شمار از کاربران نگاشتند که کردت رایه شده به دانجیان برای آموزش را باز پرداخت کند. از اینکه تا این با مبود جان سپاس برای ویدیوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال را سابسکرایب نمایید.